این آقا کلن 32 سال عمر کرد که 7 سال آخر عمرش تو دکتر و بیمارستان بود. چون تعادل هورموناش به هم ریخته بود و ازش خبر نداشت. اگه زودتر اینو میفهمید شاید الان زنده بود و به جای بیمارستان رفتن از زندگیش لذت میبرد. پس ضروریه که به موقع عدم تعادل هورمونات رو شناسایی کنی و این مسئله رو هر چه زودتر برطرفش کنی تا از بیماری‌ها و آسیب‌های جدی جلوگیری کنی. بنابراین اگه نشونایی که تو اون ویدیو میگم رو داری سریع برای درمان اقدام کن، چون نشون میده هورمون‌های بدنت از تعادل خارج شده و سیستم بدنت به درستی کار نمی‌کنه. میدونی اگه تعادل هورمون‌های بدنت به هم بخوره چه بلای سرت میاد؟ تعادل هورمون که هیچ، اکثر مردم نمیدونن خود هورمون یعنی چی، وظیفش در بدن ما چیه، از کجا ترشح میشه، چطور از تعادل خارج میشه، چه خطراتی داره، چه نشانه هایی داره. پس اول به زبان خیلی ساده عملکرد هورمون ها رو بهتون توضیح میدم و نشونه های عدم تعادل هورمون ها رو بهتون میگم تا اگه شما هم این نشونه ها رو داری سریع برای درمان کردنش اقدام بکنی و سبک زندگیت رو تغییر بدی. هورمون ها مواد شیمیایی هستن که توسط غده های درون‌ریز تولید میشن و مستقیما وارد جریان خون میشن تا یک پیام خاصی رو به سلولای هدف برسونن و عملکرد بخش های مختلف بدن رو هماهنگ کنن. یعنی به اون سلول میگن که الان چه واکنشی رو نشون بده. مثلا وقتی گرسنه هستی و بدنت به غذا نیاز داره، هورمون گرلین از معده ترشح میشه و از طریق خون به مغزت این پیام رو میرسونه که معده خالیه، یک کاری بکن. مغز پیام رو دریافت میکنه و احساس گرسنگی رو در تو فعال میکنه تا بری یه غذایی پیدا بکنی و بخوری. حالا فرض کنید شما رفتید غذای کربوهیدراتی خوردی و به همین خاطر قند خونت سریع بالا رفته. چون قند خون بالا به مغز و بدنت آسیب میزنه، بنابراین وقتی قند خونت بالا رفت سریع هورمون انسولین از پانکراس یا لوزل معده ترشح میشه و بلافاصله وارد خون میشه و قند و گلوکوز اضافی رو از خون جمع میکنه و به سلول ها منتقل میکنه. پس هر هورمونی یک سری وظایف خاصی داره که در کل هدفش اینه که شما سالم بمونید، زنده بمونید، بقا داشته باشید و سیستم بدنت به صورت منظم کار کنه. و اگه هورمونی در بدن اختلال داشته باشه، کم یا زیاد ترشح بشه، سیستم کل بدن به هم میریزه، بدن از تعادل خارج میشه. فرض کنید بدن شما یک ارکستره، یک گروه موسیقی بزرگیه با سازهای مختلف. اون سازها میشن همون هورمون. برای اینکه موسیقی زیبایی پخش بشه، باید نوازنده سازها با همدیگه هماهنگ باشن. اگه فقط یک ساز کوک نباشه یا صداش، نوتش با بقیه هماهنگ نباشه، یا اگه یه نوازنده اشتباه بکنه، روی کل موسیقی تاثیر منفی میذاره. گوش شنونده اذیت میشه. تعادل موسیقی به هم میریزه. یعنی یک نفر به تنهایی میتونه تلاش 30 نفر رو خراب بکنه. تو بدن ما هم همینطوره. اگه یک هورمونی به درستی کار نکنه، روی کل بدن ما اختلال ایجاد میکنه. مثلا اگه فقط هورمون انسولین به درستی کار نکنه، به موقع ترشح نشه، در طولانی مدت فرد دچار دیابت میشه و دیابت روی چشما، کلیه ها، اعصاب و سیستم ایمنی بدن آسیب جدی وارد میکنه. باعث خشکی پوست، خارش و عفونت پوستی میشه، باعث زخم پاها میشه، باعث مشکلات جنسی میشه یا خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و سکته کردن بیشتر میشه. و ریشه این همه مشکل برمیگرده به یه چیز، عدم تعادل در هورمون انسولین. این همه بیماری به خاطر اختلال یک هورمون به وجود اومد. حالا در نظر داشته باشید که تا الان بیش از 50 هورمون در بدن ما شناسایی شده و اختلال هر کدومش میتونه سلامتی ما رو به خطر بندازه. پس خیلی مهمه که به تعادل هورمون‌های بدنمون اهمیت بدیم. اطلاعاتمون رو در موردش بیشتر کنیم. رفتارهایی که باعث اختلال در هورمون‌ها میشه رو انجام ندیم. خب تا الان فهمیدیم که هورمون‌ها از غده‌های درون‌ریز ترشح میشن. البته به جز اینا از مغز، قلب، کبد، معده، ریه، چربی و مغز استخون هم یک سری هورمون‌های ترشح میشن. و وظیفه‌شون اینه که با ارسال به موقع پیام به سلول‌ها کمک کنن که بدن ما سالم کار کنه. مثل یک سرکارگر، مثل یک مهندس به سلول‌ها نظارت می‌کنن که کارشون رو درست انجام بدن. سوال مهم:
چرا هورمون های بدن ما از تعادل خارج میشن؟ از تعادل خارج شدن هورمون ها 5 دلیل اصلی داره. اولین دلیل افزایش سنه. با افزایش سن عملکرد غده‌های بدن کمتر میشه و از طرفی سلول های بدن هم حساسیت کمتری به هورمون ها نشون میدن. و شایع‌ترین اختلالات هورمونی در افراد مسن کاهش تستوسترون در مردها و کاهش استروژن در زن هاست که در مردها باعث کاهش میل جنسی و ضعف عضلات میشه و در زنها باعث گرگرفتگی و پوکی استخوان میشه. دلیل دوم جنسیته که خانوما در دوران بلوغ تا دوران بارداری و قاعدگی و یائسگی تغییرات هورمونی بیشتری را تجربه میکنن و همینطور کمکاری یا پرکاری تیروئید در خانوما بیشتر از آقایونه. دلیل سوم مربوط میشه به ژنتیک. بعضی ها عدم تعادل هورموناشون به خاطر مشکلات ژنتیکیشون هست. دلیل چهارم که مهمتر از همه است، سبک زندگی ناسالمه. یعنی تغذیه نامناسب، کمبود خواب، استرس، فعالیت بدنی کم و سایر موارد. در مورد سبک زندگی تا الان کلی ویدیو ضبط کردم و در کانال میتونید اون ویدیو رو هم مشاهده بکنید تا سبک زندگی سالمی داشته باشید. و دلیل آخر عوامل محیطیه، مثل آلودگی هوا، آلودگی آب یا مواد شیمیایی موجود در غذاها و محصولات آرایش بهداشتی هم عامل مهم اختلالات هورمونی هستن. سوال مهم بعدی، اگه هورمون‌های بدن از تعادل خارج بشن چه اتفاقی میفته؟ اگه هورمونی از تعادل خارج بشه، کل سلول‌های زیردستش بی‌نظم میشن و نتیجه‌اش میشه افزایش یا کاهش وزن بدون دلیل، احساس خستگی مزمن، افزایش یا کاهش شدید اشتها، بیخوابی یا خواب‌آلودگی شدید، افسردگی و استراب و بی‌حوصلگی، کاهش قدرت عضلانی، درد مفاصل، یبوست یا اسهال، کاهش میل جنسی، تغییرات خلق و خو، خشک شدن پوست، ریزش مو و تجمع چربی در نواحی خاص بدن. اینا علائم و نشانه های اولیه عدم تعادل هورمون هستند که اگه به موقع برای درمان اقدام نکنید باعث بیماری و مشکلات جدی برای بدنتون میشه. اولا این علائم شدیدتر میشه و ثانیاً به ارگان‌های مهم بدن مثل قلب و کبد و کلیه و مغز آسیب جدی وارد می‌کنه و در طولانی مدت باعث بیماری مزمن دیابت، فشار خون، بیماری قلب عروقی و سرطان میشه. باعث اختلالات روانی و افسردگی شدید میشه که دوباره هر کدوم از اینا باعث کلی بیماری دیگه میشن. بنابراین اگه علائم و نشانه‌هایی که بهتون گفتم رو دارید، بهتره که هر چه سریع‌تر برای درمان این اختلال اقدام بکنید. تو ویدئوی آینده در مورد روش‌های درمانی و همینطور در مورد هر کدوم از هورمون‌های بدن بیشتر با هم دیگه صحبت می‌کنیم. بنابراین اگه سوالی دارید حتما در کامنت‌ها بپرسید.